الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. بینندگان نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستم که باز هم در برنامه اقرا خدمت هموطنان گرامی از تلویزیون جهانی یک قرار دارم. دوستان عزیز، بحث امروز ما پیرامون فواید نماز یا ویژگی های نماز هست. چون نماز یکی از ارکان مهم اسلام عزیز هست و الله متعال در قرآن کریم در موارد مختلف تأکید کرده به ادای نماز و کامیابی و سعادت انسان مسلمان را الله متعال در نماز بیان فرموده که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب شدن مسلمانانی که در نمازشان خشوع داشتند. آداب و شرایط و ارکان نماز را مراعات کردند. همچنان رب العالمین بیان می فرماید که قد افلح من تزکا، کامیاب شد او انسانی که نفسش را از آلودگی معصیت و گناه پاک ساخت و ذکر اسم ربه فصلا، و یاد کرد پروردگارش را در نماز. نماز ویژگی ها و فواید داره که باید من حیث انسان مسلمان بفهمیم و بدانیم. وقت نماز میخوانیم چی پاداش در قبالش بر ما داده میشه، چی خوبی های نصیب ما میشه. یکی از ویژگی های نماز پاکی و نظافت است، زیرا بدون وضو، بدون پاکی، چه لباس باشه، چه بدن انسان بوده باشه، چه مکان بوده باشه، نماز را الله متعال نمی پذیره. الله جل جلاله بیان می فرماید که ان الله یحب التوابین، الله دوست داره انسان هایی را که توبه می کنن، و یحب المتطهرین، و الله متعال دوست داره انسان های پاک را، چی ظاهر بوده باشه چی باطن ما بوده باشه، باید ما پاک نگاه بکنیم. و نماز که قبول میشه در پیشگاه رب العالمین وقت است که انسان مؤمن وضوع کامل داشته باشه، زیرا الله متعال
در قرآن کریم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اذا قمتم الى الصلاة، وقت شما استاد شدین، اراده کردین با ادای نماز، فاغسلوا وجوهکم، شما بشوین رویایتان را، صورتتان را، چهرهایتان را، و ایدیکم الى المرافق، و دستانتان را بشوین تا بنها، و امسحوا برؤوسکم، مسح بکنین به سرهایتان، و ارجلکم الى الکعبین، و بشوین شما پاهایتان را تا به شتالنگ. این آیه مبارکه فرایض وضو را برای انسان مسلمان معرفی میکنه و احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر هست که در باب الطهاره در فقه اسلامی ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه تعلیم داده شیوه وضو گرفتن را که به چه شیوه باید انسان مسلمان وضو بگیره. حالا خود وضو گرفتن هم اجر و پاداش در خود داره، فضیلت داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می فرماید که برای صحابه اگر پیش دروازه خانه شما نهر آبی بوده باشه و 5 وقت روزانه شما غسل بکنین در آن، آیا کدام آثار از پلیدی در وجود شما میمانه؟ صحابه گفت نه خیر، نمیمانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مثال ادا کردن 5 وقت نماز با وضو گرفتن اینمطور هست که گناه های انسان مسلمان محو میشه و از بین میره. وقت قطرات آب میریزه از کلکای کسی که وضو میگیره، اینمی باعث محو گناه های مسلمان میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم میده و بیان میکنه برای مسلمین که هرگاه شما وضوی کامل گرفتین در ختم وضو باز دعا بکنین که این دعا خوانده میشه باعث ازی میشه که از هر دروازه ای که انسان مؤمن بخواه الله متعال او را وارد بهشت میکنه. دعا ای هست که وقت انسان مسلمان وضویش تمام میشه، وضویش مکمل میشه، میگه اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین و اجعلنی من عبادک الصالحین، ای الله بگردان مرا از جمله انسانهایی که توبه میکنن و از جمله انسانهای پاک و از جمله بنده های نیکت. بعد از او ای دعا را بخوانه که لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، یا ای دعا را بخوانه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که وقت نمازگزار در ختم وضو ای دعا را میخوانه از هر دروازه بخواه در روز قیامت الله متعال ای را وارد بهشت میکنه. ایچی خوب پاداش بزرگی هست برای ما در ای که ما وضوی کامل بگیریم، بعد از وضوی کامل 2 رکعت نماز بخوانیم. وقت نماز وقت را ادا میکردیم پیش از او و نماز خود را وقت می خوانیم بسیار دقیق بخوانیم. یعنی یکی از ویژگی های نماز ای هست که باعث پاکی ما میشه. وقت انسان مؤمن وضو میگیره، غسل میکنه، وجودش پاک میشه، لباسش را پاک نگاه میکنه و همچنان
قلبش را هم از کدورت، از حسادت، از کینه، از دشمنی، از اینا پاک نگاه میکنه. انسان نمازخوان سعی میکنه که گناه نکنه، زیرا وعده الله متعال در کلامش است که در سوره مبارکه عنکبوت رب العالمین بیان میفرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. وعده الله ای هست که نماز انسان را منع میکنه از زنا و از منکرات. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. وقت انسان مؤمن نماز را با شرایط و ارکانش میخوانه، باز دیگر رشوت نمیخوره، غیبت نمیکنه، با مال مردم بدون مورد، بدون حق دست درازی نمیکنه، کوشش میکنه که رابطهش با الله جل جلاله قوی بوده باشه، همیشه الله را حاضر ناظر میبینه. نماز واقعی اینمی خصلت و اینمی صفت را برای انسان مؤمن واقعی میده. ولذکر الله اکبر. الله میفرمه که ذکر الله بسیار عظیم و با عظمت است، که انسان مؤمن وقت نماز را میخوانه که در نماز هم ذکر هست، بعد از نماز هم از کار است که او را وظیفه میکنه، میخوانه وقت نمازش تمام شد دعا میکنه اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. بعد از این اذکار را میخوانه، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، آیت الکرسی، سوره اخلاص، موعظتین، این وظیفه را انجام میده و دعا میکنه رب العالمین دعایش را باز میپذیره. پس یکی از ویژگی های نماز این شد که نماز ما را پاک می سازه، قلب ما را، ظاهر ما را و باطن ما را. دومین ویژگی نماز، قسمی که ابن قیم جوزی رحمه الله و سایر از علما بیان می فرمایند که نماز باعث تواضع برای انسان مؤمن می شه. انسان مسلمان متواضع می سازه، چون الله متعال انسان متکبر، انسان مغرور را دوست نداره. در قرآن کریم بار بار الله متعال ای را بیان فرموده. پس وقت ما نماز می خوانیم بسیار متواضع می شیم. همه انسان هایی که در جماعت مسلمان ها اشتراک می کنند می بینیم که چقدر با تواضع در پیشگاه رب العالمین استاد می شن. و تواضع یکی از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار متواضع بود، با زیر دستانش، با همه مردم، با صحابه رضی الله تعالی عنهم که در یک سفره با حضرت بلال رضی الله تعالی عن، صحیب رومی، سلمان فارسی و سایر صحابه می نشست و طعام می خورد. بزرگان قریش، کسانی که مشرکین بودن، اونا گفتن که اگر بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی و سایر صحابه را که اونا میگفتن غلامان هست از محفل دور بکنی، از کنار دور بکنی، ما حاضر هستیم با تو هم صحبت شیم، زیرا ما گفتن میشرمیم که با غلامان ما یک جا بوده باشیم. رب العالمین در سوره مبارکه کهف به رسول الله صلی الله علیه و سلم
پیام فرمود و وحی را نازل کرد که ولا تعد عیناک عنهم. ای رسول صلی الله علیه و سلام، تو چشمانت را از اینها دور نکن. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره برمیگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی، خواهر ما رحیم از فاریاب سوالشان را پیام گذاشتن که کسی که معذور بوده باشه، گفتن یعنی نمیتونه که وضویش را نگاه بکنه، تکلیف داره، چگونه نماز را ادا بکنه. بله، در فتاوای اسلامی، فتاوای حقانیه رد المختار، فتاوای شامی، پیرامون او مسلمان، خواهر و برادر مسلمانی که معذور هست، سلسل بول داره یا تکلیف باد داره، نمیتونه که وضوش را نگاه بکنه، یعنی در جریان که وضو میگیره باز هم وضو باطل میشه، در اینجا به نظافت ظاهری لباس یاش توجه بکنه و به هر وقت نماز وضو بگیره و فورا باز نمازش را ادا بکنه، الله متعال میپذیره چون معذور هست. سوال دومی که اینا مطرح کردن پیرامون روزه گرفتن شش روز ماه شوال هست که ما شما در دوازدهم شوال امروز قرار داریم و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است که وقتی کسی ماه مبارک رمضان را مسلمان روزه میگیره و بعد از او شش روز از ماه شوال را روزه میگیره، کان که صیام الدهر، گویا همین سال را روزه گرفتن. حال یک خواهر ما، برادر ما نمیتونه این روزه را پی در پی بگیره، اینا میتونن که هفته دو روز را از این ماه را روزه بگیرن تکمیل کنن، یا اکثرا خواهرای ما قزدار هستن یا برادرای ما قزدار هستن. خب قزداری را خود اگر فرصت ها هم است میشه که بعد از این برنامه ریزی شود، اما چون ما فرصت کمتر هست میشه که اول ماه شوال روزه بگیره بعد از او قضایی، اما نمیشه که ام نیت قضایی بکنم نیت شوال، اینا جدا هست. به شوال نفلا نیت میکنم میخوانه و قضاییش را باز دیگر فرصتی که داشت روزه میگیرم. الله متعال به همه ما توفیق بده، بتانیم که انشاءالله از این ثواب و پاداش بهرمند بوده باشیم. پیرامون ویژگی های نماز صحبت می کردیم و یکی از ویژگی های دیگه نماز، اولین ویژگیش گفتیم پاکی است، دومین ویژگی را گفتیم تواضع هست و پیرامون تواضع رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت کردیم. گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم با جمع صحابه که بسیار فقیر بودن، اصحاب صفه بودن و مثل سلمان فارسی، صحیب رومی و دیگر سایر صحابه، بلال حبشی صاحب، در یک سفره می نشستن و طعام می خوردن و مشرکین مکه اینا گفتن که اگر اینا را دور بکنید محمد صلی الله علیه وسلم، ما می آییم با تو می شینیم، هم صحبت می شیم. رب العالمین در سوره مبارکه کهف آیه را نازل کرد که ولا تعد عیناک عنهم، ای رسول صلی الله علیه وسلم چشمانت را از اینا دور نکن. ولا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات الدنیا، آیا تو زینت دنیا را میخوایی؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه، پیروی نکن از او کسی که قلبش غافل هست، ما غافل ساختیم قلب از را. ولا تطع من اغفلنا قلبه و تبع هواه، و او انسان خواهشات نفسانیش را پیروی کرده. پس ایجا الله متعال ویژگی های صحابه را بیان میکنه که با کسایی بوده باش که صبح و شام الله متعال را یاد میکنن. پس تواضع
فروتنی ای مورد پسند الله هست. من تواضع رفعه الله، کسی که تواضع بکنه، شکست نفسی بکنه، از تکبر و غرور و خودخواهی دوری بکنه، الله جل عظمته مقامش را بلند می سازه. نماز درس تواضع را می ده. همه مسلمین در همه اکناف جهان، در مساجد بزرگ، در مساجد صغیر و مساجد کبیر، اینا با تواضع در پیشگاه الله در نماز استاد میشن و نمازشان را متواضعانه میخوانند. سومین ویژگی که در نماز نهفته است، در حقیقت نماز مکتب ادب هست. بزرگترین دروس آداب را بر ما میآموزانه که انسان مسلمان در پیشگاه رب العالمین بسیار مؤدبانه استاد میشه. ادب یکی از بخش‌های مهم اسلام عزیز است که انسان مؤمن باید مؤدب بوده باشه و رب العالمین انسان مسلمان مؤدب را که ادب داره دوست داره. در زمان خلافت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، یک پدر آمد پیش حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه، شکایت از پسرش کرد که گویا پسرش او را تهدید میکنه، تحقیر میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسرش خواست و از سؤال کرد که چرا در مقابل پدرت به احترامی میکنی، در حالی که دین ما چقدر تاکید میکنه به حقوق والدین. این فرزند چون سواد نداشت، درس نخوانده بود، گفت پدر ما بر من چوب را به دست داده و رمه را به من مشخص کرده، از این چی بیاموزم؟ علموهم و ادبوهم، که حقوق عمده اطفال ما بالای والدین هست که تعلیم و ادب هست، که باید توجه بکنن والدین که باز به همچون سرنوشت مواجه نشد. پس ادب در اسلام مهم هست. انسان مؤمن انسان مؤدب می باشد، آداب اجتماعی را مراعات می کند که اسلام عزیز برای ما بیان فرموده که چگونه انسان مؤمن در خانوادهش، در اجتماعش، با رفقایش، در هر محیطی که زندگی میکنه حقوق از اونا را مراعات بکنه و ادب را باید مراعات بکنه. همچنان دیگر از ویژگی های نماز آرامش هست که ما آرامش را در نماز خواندن پیدا میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت که خسته می شدن، با مشکلات مواجه می شدن، وضو می گرفتن و نماز می خواندن. حضرت بلال صاحب را می گفتن که ما را به نماز فرا بخوان. امروز می بینیم که تعداد از دوستای ما، خواهرا، برادرای ما نماز را عادتاً می خوانن، عبادتاً نمی خوانن، فقط از سرشان خلاص میکنن، در حالی که نماز یک رکن بسیار مهم هست در اسلام عزیز. با ادب، با تواضع در پیشگاه الله جل عظمته ادا شو و خوانده شو، این وقت است که ما آرامش را باز پیدا میکنیم. اکثرا انسان هایی هستند که لحاظ مادی هیچ نوع مشکل ندارن، همه امکانات مادی برشان مساعد هست، اما آرامش روحی ندارن، فکرشان نارام هست. و این آرامش را چگونه انسان مؤمن به دست میارن؟ با تواضع، با نماز که با شرایط خوانده شود، با تلاوت قرآن کریم، با ذکر الله متعال.
سکینه و آرامش برای انسان مؤمن پیش میشه، زیرا وعده الله هست در کلامش که رب ما بیان فرموده الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا با خبر بذکر الله، بیاد الله، که ذکر الله هم در نماز میشه هم در بیرون از نماز میشه، تطمئن القلوب، مطمئن میشه قلب ها، آرامش پیدا میکنه، جلایش پیدا میکنه، سیقل پیدا میکنه، کدورت و تاریکی ها از قلب انسان مؤمن دور میشه، زیرا انسان مؤمن وقت نماز را درست ادا میکنه، مفهوم و معنای نماز را درست میفهمه، قرآن را درست میخوانه، این پیدا میکنه که دنیا دارالامتحان، چند روز معدودی هست. الله در کلامش میفرماید که این دنیا نیست مگر جایی که زود گذر از برای انسان، یک عمر که تعیین شده برای انسان ای زود میگذره مثل خواب بوده باشه، اما وقت میتانیم ما از این دنیای خود خوب بهرمند شویم که آخرت ما در ذهن ما بوده باشه و به دنیای خود به اندازه زحمت بکشیم، گویا که ما چند روز هستیم اما با آخرت خود برای همیشگی. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره برمیگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی، برادر ما احمد شاه از غزنی دو سوال را مطرح کردن که یک سوالشان ای است که اینا فرمودن که آیا زیارت برای انسان میتونه صحت بده، سوال دوم را مطرح کردن که اگر یک کس جنس را 50 افغانی میخره و 500 افغانی مفروشه چه حکم داره. سوال اولی که برادر محمد شاه شما مطرح کردین جوابش این هست که رب ما جواب میده در کلامش که ویزا مرید تو فهو یشفین. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرمای که ویزا مرید تو، وقت من مریض شوم فهو یشفین، الله مرا شفا میده. شفا دهندی انسان الله هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان فرموده که هرگاه مریض شدین شما خودتان را با تداوی و با دم و دعا از الله شفا بخواین. حالا امی روش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه مسلمین هست که در کنار از اینکه ما تداوی میکنیم، نزد دکتر میریم، معالج میریم، در کنار ازی رقی شرعی هم باید بخوانیم، خود را کف بکنیم، الله ما بر ما شفا میده. این طریقه را بر ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان بفرمه. و سوال دومی که مطرح کردین این در فتاوای اسلامی، فتاوای یوسفیه، فتاوای حقانیه، فتاوای رد المختار، در همه فتاوا بیان میکنه که غبن فاحش است که یک کسی یک جنس را میخره بسیار ارزان، باز بسیار به یک پول بلند ایرا به فروش میرسانه. این کار انسان مؤمن نباید بکنه. در رابطه به ویژگی های نماز صحبت میکردیم، یکی از ویژگی های نماز گفتیم پاکی هست، دوم آداب در نماز هست، آداب اسلامی، تواضع هست، آرامش هست که بخش آرامش را صحبت کردیم که وقتی ما درست نماز می خوانیم
فکر و هوش ما، ذهن ما آرام میشه. و اکثرا عادت دارن که نماز را بسیار با سرعت میخوانن. نماز باید بسیار با سرعت خوانده نشه، نماز با خشوع و خضوع خوانده شود، یعنی با تفکر در مفاهیم و معنای نماز، درست رکوع کردن، درست سجده کردن، قیام کردن، اینا مهم هست در نماز. چون الله ما در سوره مبارکه ماعون فرموده که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، هلاکت باد برای نمازگزارانی که غافلن در نمازشان، یا کوتاهی میکنن یا درست نماز را ادا نمیکنن. پنجمین ویژگی نماز سمبول وحدت هست. نماز در حقیقت وقت نگاهی میکنیم با تکبیر تحریمه، الله اکبر، همه مسلمین در پشت یک امام اینا نماز را آغاز میکنن با السلام علیکم و رحمت الله، با سلام نمازشان را ختم میکنن که سمبول یا وحدت را بر مسلمان ها بیان میکنه، به همه انسان های جهان بیان میکنه که در اسلام عزیز وحدت وجود داره، درس مساوات وجود داره. و این بزرگترین پیام هست که برای جهانیان نشان داده میشه. همچنان ششمین ویژگی که علما در مورد نماز بیان میفرمایند نظم و دیسپلین هست که ما از نماز میآموزیم، که چقدر منظم نماز ادا میشه، که در زندگی خود انسان مسلمان باید منظم بوده باشه، با دیسپلین بوده باشه. کل امورات زندگی انسان مسلمان با نظم سپری شه و بی نظم نبوده باشه. و دیگر از ویژگی های نماز صحتمندی انسان مسلمان هست. وقتی نماز میخوانیم الله به ما اجر میده، پاداش میده، آداب و اخلاق اینا را همه میاموزیم، ذهن ما آرام میشه. در حقیقت بر صحت ما هم مفید است. وقتی ما نظافت را مراعت میکنیم، وضو میگیریم، غسل میکنیم به خاطر نماز خود، وجود ما، لباس ما، مکان عبادت ما همه پاک میشه و ما از مرض دور میمانیم، مرض باز بر ما نمیرسه. و همچنان علما ایرا تحقیق کردن، پیدا کردن که وقتی انسان مسلمان در پیشگاه رب العالمین در نماز قیام استاد میشه، رکوع میکنه، سجده میکنه، همه حالات هست که جریان خون در وجود بیشتر میسازه و به مغز، البته به حجراتش، امو ضروریات و ویتامین های است که میرسه و انسان صحتمندتر میباشه. و این تجربه هم نشان داده. وقتی ما نگاه میکنیم به علما، شیخ الحدیثا، مفتی های بسیار بزرگ در جهان اسلام که اینا پابند به ارکان مهم نماز هستند، با وجودی که سنشان بسیار بلند میباشه اما نطق و بیان و فکر و هوش بسیار بلند دارند و همچنان صحتمند می باشند. این فایده نماز است که پنج وقت انسان مؤمن در نماز در پیشگاه الله استاد می شه و رب العالمین صحتمندی را برای انسان مؤمن نصیب می کنم. همچنان دیگر از ویژگی های نماز که علما بیان می فرماید این هست که فرق بین مسلمان و کافر امی هست که مسلمان نماز میخوانه و کافر و مشرک نماز نمیخوانه. حال اگر مسلمان نماز را نخوانه چی فرق میمانه بین از او و بین کسی که در پیشگاه رب العالمین سجده نمیکنه؟ بسیاری کسایی هستن که خود را بازی میتن با این الفاظ که قلب ما پاک هست، ما دیگر نیاز نداریم که نماز بخوانیم. این سخن شیطان هست که همچون انسان را فریب میده. از بزرگترین عبادت که نماز است و سجده داده در پیشگاه الله که انسان را به الله قریب میکنه،
شیطان مانی میشه و همچون مفکوری را ایجاد میکنه که گویا قلب ما اگر پاک است مرا الله میبخشه. در اسلام عزیز یکی از موارد مهم، یکی از ارکان مهم نماز است که رب ما در کلامش بیان میفرماید که اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، شما نماز را بخوانین، ادا بکنین، امر است از طرف الله و شما از جمله مشرکین نباید بوده باشین. پس علما ای را بیان میکنه و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم است که فرق بین مؤمن و کافر امی هست که مسلمان نمازش را میخوانه، با وقتش ادا میکنه، با شرایط و ارکانش میخوانه و کافر نماز نمیخوانه. دیگر از ویژگی های نماز که علما بیان فرمودن برکت رزق است، برکت در عمر زندگی انسان مؤمن با نماز هست و این هم همین ما میتونیم تجربه داشته باشیم که وقتی در یک فامیل، خانواده، اعضای خانواده همه در پیشگاه الله سجده میمانند، نماز میخوانند و این فریضه مهم اسلام را درست ادا میکنند، رب ما در این خانواده برکت را میاره. ای وعده الله در کلامش است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، وقت اهل قریه ها ایمان بیانند به الله متعال و پرهیزگاری بکنند، از معصیت و گناه خود را دور نگاه بکنند، احکام الله متعال را در زندگیشان عملی بکنند، لفتحنا علیهم، الله می فرماید که ما باز میکنیم برشان برکات من السماء والارض، برکات از آسمان و زمین که آب فرو میه، باران و زمین خرم و تازه میشه و مسلمان ها حاصلات را به دست میارن. پس نماز در حقیقت باعث برکت در عمر انسان مؤمن، در غذا و در طعام انسان مؤمن می باشه. همچنان دیگر از فواید یا ویژگی های نماز مبارزه با نفس و شیطان هست که وقت انسان مؤمن نمازش را درست می خواند، در اینجا مبارزه می کنه، در حقیقت کامیاب میشه، غالب میشه بالای شیطان، بالای نفس اماره بسو. زیرا نفس انسان که نفس اماره هست همواره انسان مسلمان به تنبلی، به خواب بیشتر کردن، به غفلت، به مصروف شدن به کارهایی که مفید نیست برای انسان مؤمن ایرا مزین میکنه، شیطان ایرا برای انسان مزین میسازه، کار عبس و کاری که در او معصیت و گناه نهفته هست. و الله ما در کلامش در سوره مبارکه عنکبوت آخرین آیه ای سوره مبارکه که رب ما میفرماید والذین جاهدوا فینا، آنانی که جهاد میکنن، الله بیان میکنه در راه ما، چه جهاد با نفس است، جهاد با کفار حربی هست، جهاد با شیاطین هست، لنهدینهم سبولنا، الله ای را وعده میکنه که خام خاما راه های هدایت و کامیابی را برای همچون انسان مؤمن نشان میتیم. وقت انسان مسلمان جهاد میکنه با نفسش، با شیطان، با کافر حربی، رب العالمین رای هدایت را، توفیق هدایت را برای همچون انسان مؤمن واقعی نصیب میکنه. وعده الله هست که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین، معیت الله با انسان های نیکوکار هست که عبادت الله را درست انجام میتن. پس وقت انسان مؤمن میخواه وضو بگیره، به طرف مسجد بره به نماز، اینمی کار انسان مؤمن به شیطان بسیار سخت تمام میشه، زیرا شیطان در تلاش است که چگونه انسان مسلمان را منع بکنه از این که نباید در پیشگاه الله جل جلاله سجده بکنه. و این سجده آنقدر
اجر و پاداش در پیشگاه الله داره که الله ما در کلامش در سوره مبارکه علق می فرماید که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده بکن و من نزدیک میشی. و معمولا رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز تهجد سجده های بسیار طویل داشتن، دعا می کردن در پیشگاه الله برای خودش امتش. و اینمی حالت، اینمی سجده های طویل، اینمی رابطه داشتن با رب ما توسط رکوع و سجده و قیام در حقیقت بالای شیطان بسیار سخت تمام میشه، چون الله ما وعده کرده که در کلامش که بنده های مخلص ما کسان هستند که زور تو با اونا نمیرسه. وقت انسان مؤمن با اخلاص کامل در پیشگاه الله سجده میکنه، شیطان نمیتونه بالایش حاکم شود. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره برمیگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی، خواهر ما تخمینه از چلستون سوال را بر ما پیام گذاشتن که بدون نکاح شرعی صحبت کردن با نامزاد چی حکم داره. همچنان سوال دومی در رابطه با رنگ ناخون گفتن که وضو میشه یا نمیشه. خب مهم هست که وقتی میخواییم ما شما بین یک دختر یک پسر محرمیت به وجود بیاید، باید نکاح شرعی صورت بگیره. بدون نکاح با یک گل دادن، با یک دستمال دادن در اینجا هر نوع رابطه را اسلام حرام میدانه، که با تاسف در بیشتر جاهای کشور ما همی عرف عنانات وجود داره که دختر پسر اینا نکاح نمیشن، بازار میرن، خرید میکنن، صحبت میکنن، سفر میکنن بدون نکاح، با یک گمو دستمال که داده شده با مو اعتنا میکنن. و یه لحاظ شرعی اساس نداره. در تمام فتاوای اسلامی علما تاکیدشان به می هست که وقتی میخواییم که محرمیت به وجود بیایم، اینا محرم یک دیگر شوند، بتانن سفر بکنن، صحبت بکنن، اینا باید نکاح شرعی شوند. اما اون نکاح یک نکاح هست، نیمه نکاح نیست، بلکه همه یک نکاح هست. اگر در آینده کدام نکاح هم صورت نگیره، با این نکاح همه مشکل حل میشه. و این بهتر از بنفع خواهر هم است، در صورت که کدام لفظ طلاق واقع میشه، کدام مشکل با وجود میه، اینجا مهر تثبیت میشه برای خواهر. این بسیار مهم هست و نباید بزرگای خانواده در این رابطه تنبلی بکنن یا تاکیدشان ای باشه که نکاح نشن، باز گناهگار میشن. سوال دومی که خواهر مطرح کردین، هنچه که مانع رسیدن آب به جایی که شستنش فرض است شود، او باید دور کرده شود، باز وضو و غسل نمیشه. حالا رنگ ناخون چون باعث نرسیدن آب به زیر جلد و پوست دست میشم و شستن از اینا، از شستن دست که قسم که قرآن کریم خواندیم که رب العالمین میفرمه که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافقه، شستن تمام روی، شستن دستا تا به آرنج ها، ای از جمله فرایض وضو است. اگر جای اندک خشک بانه وضو و غسل نمیشه. پس بهتر امی است که خواهرای ما در وقتی که میخوان وضو نماز بگیرن، نماز بخوانن، غسل بگیرن، اینو باید پاک بکنن. در رابطه با ویژگی های نماز امروز صحبت کردیم و البته به ویژگیش رسیدیم که نماز در حقیقت مبارزه با نفس شیطان هست و ای باعث کامیابی مؤمن میشه. رب ما بار بار در کلامش میفرماید که ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما گام های شیطان را و وسوسه های شیطان را قبول نکنین، پیروی نکنین گام های شیطان را، در مسیر شیطان حرکت نکنین. و نماز در حقیقت مجادله، مبارزه با شیطان هست و شیطان مانی میخواهش و وسوسه ایجاد بکنه برای مؤمن که در پیشگاه رب العالمین سجده نکنه، رکوع نکنه، در حالی که مسلمان
میتونه مبارزه بکنه با نفس و شیطان. و همچنان درس صداقت و راستی و وفا به عهد در نماز نهفته هست که وقتی ما شما در نماز استاد میشیم، از الله خود کمک میخواهیم، هم دوستایش به الله خود میگیم، دعای قنوت را که میخوانیم که و نخلع و نترک و من یفجرک، ای الله ما با انسان هایی که گناهگار هستند معصیت میکنند با اونا یک جا نمی باشیم، اونا را ترک میکنیم، از گناه دور می باشیم. این تعهد هست که انسان مؤمن در نماز با اللهش میکنه و بعد با تعهدش پابند بوده باشه و سستی و ناتوانی نکنه. پس در حقیقت اینقدر خوبی ها در نماز نهفته هست، ما باید اینمی خوبی ها، اینمی ویژگی های نماز را برای خانواده خود، برای اطفال خود، برای تمام کسایی که با ما در ارتباط هستند، باید این پیام را برشان انتقال بدیم و نماز را تعریف کنیم برشان، مفاهیمش را، فضایلش را، خوبی هایش را. وقت انسان مؤمن فهمید فایدهش را که در نماز هست، هم به دنیایش خوب است، هم به آخرتش خوب است، باعث روشنایی قبر انسان مؤمن میشه، باعث محو گناهای انسان مؤمن میشه و باعث خوشبختی و سعادت برای انسان مؤمن در روز قیامت میشه. زیرا اولین پرسش و امیش از انسان مؤمن در روز قیامت پیرامون نماز هست. با امید از اینکه انشاءالله همه ما با شرایط و ارکان نماز خود را بخوانیم دعا میکنیم. الله متعال همه ما را توفیق اعمال صالح نصیب کن. الله متعال گناه های ما را عفو کن. الله متعال مریضای اهل اسلام را در خانه ها شفا خانه ها شفا جنه نصیب کن. قرضداران اهل اسلام را از قرض خلاص کن. بندیان اهل اسلام را از بند خلاص کن. مسلمان ها را در هر جا که هستن، خصوصا در فلسطین، الله متعال حفظشان کن. کفار که قابل هدایت نیستن هلاک بگردن. الله متعال ما را با ایمان آوردی، با ایمان داشته باش، همه ما را با ایمان ببر. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.